سرخط خبرها. ما با همه همسایگانمان دست رفاقت، دست دوستی، دست برادری را دراز می‌کنیم و پیشنهاد تازه رئیس جمهوری ایران در آستانه سفر به نیویورک. روحانی با طرح موسوم به ابتکار صلح هرمز به سازمان ملل می‌رود. اتمام حجت فیفا با ایران، زنان باید برای بازی‌های باشگاهی و ملی به ورزشگاه‌ها بروند. مسابقه بین دو تیم فوتبال زنان در استانبول به یاد سحر خدایاری، ورزشکاران به احترام دختر آبی ایران به میدان رفتند. و ابتکاری برای کاهش آلودگی هوا در اتیوپی تعیین آخرین یکشنبه هر ماه به عنوان روز بدون خودرو. سلام و عصر بخیر. رئیس جمهوری ایران امروز بار دیگر اتهام حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد کرد و آن را تکرار دروغ‌های قبلی دانست. حسن روحانی گفت که تهران دست دوستی به سمت کشورهای منطقه دراز می‌کند و آماده است از اختلاف‌های گذشته بگذرد. همزمان سازمان ملل در حال بررسی حمله به تأسیسات نفتی عربستان است و وزیر خارجه بریتانیا هم گفته اینکه حوثی‌ها پشت این حملات باشند به نظر نامحتمل می‌رسد. فرین عاصمی و جزئیات بیشتر. مراسم رژه در تهران به مناسبت هفته‌ای که دفاع مقدس نامیده شده. مراسمی که جمهوری اسلامی از آن برای نشان دادن توان نظامیش استفاده می‌کند. از جمله این موشک ها و از سیستم های دفاع ضد موشکی. مردم ما، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مراسم حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس را محکوم کرد و گفت حضور آنها می تواند برای منطقه، آبراهای جهانی، امنیت کشتیرانی و امنیت نفت و انرژی خطرناک باشد. طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد. همزمان اما آقای روحانی گفت کسانی که آنها را دشمن مینامید در مقطعی حساس قصد دارند از شکاف میان کشورهای منطقه سوء استفاده کنند. با همه همسایگانمان دست رفاقت، دست دوستی، دست برادری را دراز می کنیم و حتی آماده ایم از خطاهای گذشته اونها در این منطقه بگذریم. این روزها روابط ایران با همسایگان جنوبیش شاید از هر زمانی تیره تر باشد. عربستان و آمریکا انگشت اتهام حمله به تأسیسات نفتی آرامکو را به سوی ایران نشانه گرفتند. اتهامی که ایران آن را رد کرده. حسن روحانی این اتهام را تکرار دروغ‌های قبلی خوانده و حوثی‌های یمن گفتند که مسئولیت این حمله بر عهده آنهاست. سازمان ملل تیمی به عربستان اعزام کرده تا درباره این حملات تحقیق کند. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز در گفتگو با بی بی سی گفت که نامحتمل است که حملات به تأسیسات نفتی عربستان کار حوثی‌های یمن باشد، اما به اینکه مسئول این حملات چه کسی است اشاره نکرد. بریتانیا گفته در زمان مناسب موضع خود را درباره این حملات اعلام خواهد کرد. فرین عاصمی، بی بی سی. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگوید که ایران اطمینان داده زنان امکان حضور در استادیوم‌های فوتبال را خواهند داشت. جیانی انفانتیانو رئیس فیفا این اقدام را حرکتی مهم بعد از 40 سال ممنوعیت توصیف کرده. ایران قرار است ماه آینده در مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل کامبوج در ورزشگاه آزادی مسابقه بدهد. فیفا در این حال تاکید کرده که حضور زنان نباید به بازی‌های ملی محدود شود و آنها باید در بازی‌های باشگاهی هم حضور پیدا کند. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی از استانبول در ترکیه با ماست.
آقای پیرمویی، آیا مسئله تمام شد؟ بالاخره این مشکل 40 ساله حل شد؟ زنها حالا وارد استادیوم ها خواهند شد؟ ببینید، بعد از اتفاقات خیلی تلخی که در حوزه این حوزه در واقع اتفاق افتاد که آخرش مربوط به در واقع خودسوزی سحر یا همون دختر آبی بود، بالاخره فیفا یک واکنش جدی داشت و شب گذشته در بیانیه‌ای که با امضای خود آقای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا منتشر کردن، اعلام کردن که در واقع دیگه از بازی ایران و کامبوج باید این درها بعد از 40 سال باز بشه. من میخوام اشاره بکنم به دو پاراگراف پایانی بیانیه فیفا که بسیار مهم بود. اونها اعلام کردن که این باید ورود زنان هم در بازی‌های داخلی و هم بازی‌های باشگاهی باشه و در قسمت بعدیش اعلام می‌کنن که اگر این اتفاق نیفته بر اساس مقررات اقدام می‌کنن و خب مقررات متأسفانه چند مرحله در واقع به تنبیهات پله به پله هست که در نهایت میرسه به تعلیق و شاید اون اتفاق تلخی که برای فدراسیون جودو افتاد برای فوتبال هم رخ بده اگر این درها رو بعد از 40 سال در واقع باز نکنه. شما گزارشگر ورزشی هستید، شما چطور وضعیت رو می‌بینید؟ آیا ایران تن به این خواست فیفا خواهد داد بالاخره؟ ببینید، در ابتدا باید اینطور شروع بکنم که خب مسئولین ورزش ایران در این زمینه اصلا تصمیم گیر نیستن و مراجع بالاتر باید در این مورد تصمیم گیری بکنن. مراجع بالاتر تا قبل از این بیانیه بارها تاکید کرده بودن که فقط برای بازی‌های ملی، اونم در تعداد محدودی، زنان میتونن وارد ورزشگاه بشن. اما بالاخره در واقع جمهوری اسلامی باید بپذیره یا فوتبال تعلیق بشه یا اینکه درها رو بعد از 40 سال باز بکنن و با توجه به در واقع اخطار بسیار سفت و سختی که فیفا شب گذشته داده، من فکر میکنم که حتی این دربی که چند دقیقه قبل به پایان رسید شاید آخرین فوتبال تمام مردانه باشه که در ایران برگزار شد. اینو میخواستم بپرسم که اگر فوتبال تعلیق بشه چه میشه؟ من مطمئنم که هستن کسانی از آقایان در ایران، در قم، جای دیگه که میگن خب بذارید تعلیق بشه. ببینید، اگر فوتبال بخواد تعلیق بشه، ما قبل از اون هم یک بار یک دوره خیلی کوتاه، اگر اشتباه نکنم در سال 86 تجربه تعلیق فوتبال رو داشتیم، اما اون تعلیق فقط برای اصلاح اساسنامه بود. اما اگر این بار بخواد فوتبال تعلیق بشه، ببینید تعلیق یک دوره 4 ساله داره. در اون دوره 4 ساله تیم ملی از تمامی بازی‌های برومرزی محروم میشه، لیگ ایران در واقع برگزار نمیشه و حتی لژیونرهایی که ما در خارج از کشور داریم نمیتونن دیگه فوتبال بازی بکنن. حتی در واقع میتونم بگم که سخت‌ترین جریمه هست تعلیق و من امیدوار هستم که تاکید میکنم نه مسئولین فوتبال بلکه مسئولین جمهوری اسلامی بپذیرن که باید این تبعیض یا به قول تماشاگران فوتبال آلمان این آپارتاید جنسیتی رو به پایان برسونن و در حال بعد از 40 سال باز بکنن. البته من هم با شما موافق هستم، موضوع عدم ورود بانوان به ورزشگاه مخالفان خیلی جدی به خصوص در قم داره و من امیدوار هستم که کار به در واقع تعلیق نرسه. آقای محمودی، خیلی کوتاه، پیر محمودی، بازی داربی امروز پرسپولیس 1-0 از استقلال برده، شما نگاه کردید چه گذشت؟ ببینید، داربی 90 استقلال پرسپولیس هم مثل سایر داربی ها اصولا حاشیه بر اون متن اصلی غلبه میکرد و شاید به غیر از اون 10 دقیقه پایانی که پرسپولیس حالا میتونیم بگیم روی یک اتفاق به گل رسید، بازی سردی رو دیدیم. اما خب حواشی جالبی داشت. مثلا قبل از شروع بازی هواداران استقلال در احترام به در واقع دختر آبی یا همون سحر سرود خوندن و خب مثلا حالا ناراحتی مدیر عامل پرسپولیس دیدیم که اصلا به ورزشگاه نرفته بود برای عدم دریافت بلیت. اما به طور کلی بازی سردی رو دیدیم و بجز اون 10 دقیقه پایانی، اما خب تیم آقای کالدرون نشون داده که توی این چند وقت اخیر اصولا تیم دقایق پایانی هستش و در دقایق پایانی میتونه نتیجه رو عوض بکنه. آقای پیرمحمودی، خیلی ممنون از شما. سعید پیرمحمودی از استانبول با ما بود. امروز همچنین دو تیم فوتبال زنان ترکیه در استانبول به یاد سحر خدایاری و در حمایت از ورود زنان ایرانی به ورزشگاه در استادیوم کمال آکاتاش به مساف همدیگر رفتند. در پوستر تبلیغاتی این مسابقه هشتگ ماویکیز به معنای دختر آبی درج شده. مرگ سحر خدایاری که بعد از تشکیل پرونده قضایی و بازجویی از او به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه خودسوزی کرد، بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت. مهدیه گررو، فعال زنان که برای تماشای همین بازی به استادیوم رفته، از ترکیه با ماست. از همین استادیوم خانم گررو بگو چه میگذره اونجا؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما. بله الان بین دو نیمه بازی هستیم. خب ایرانیایی که اومده بودن اینجا شعارهایی رو در حمایت از ورود زنان به استادیوم میدادن که امیدوارم هرچه سریعتر این اتفاق بیفته و زنها بتونن کنار مردها در استادیوم 100,000 پسری آزادی و بقیه استادیوم‌های ایران حضور پیدا بکنن. عکس سحر توی شهر استانبول خیلی جا هستش. البته خب این عکسی که هستش همون عکسی که ترند شده و عکس اصلی سحر نیستش، ولی خب به هر حال خیلی سخته که بشه این عکس رو عوض کرد چون معمولا توی بیشتر رسانه‌ها از این عکس استفاده شده. ولی بیشتر زنهای فمینیست استانبول توی این بازی اومدن و این بازی رو از نزدیک مشاهده میکنن. یه بخش دیگه که توی شعارهای زنها اینجا دیده میشه در واقع حمایت از کوبرا هستش که توی بازی فوتبال که بازی تیم‌های دیگه ای بودش، تیم‌های دیگه توی استانبول بود، دقایق رو سکوت کرده بودن به خاطر اینکه عدالت در مورد کوبرا انجام بشه. زنی بود که توسط شوهرش به قتل رسیده بود. این نشون میده که توی بیشتر کشورهای جهان فوتبال به جز اینکه یک بازی صرف باشه خیلی اوقات جنبه اجتماعی و مدنی پیدا میکنه و میتونه در واقع مردم و طرفدارای فوتبال میتونن مطالبات اجتماعی خودشون رو از روی سکوهای استادیوم به گوش بقیه مردم برسونن. اونجا توی استادیوم لابد کسانی که آمدن میدونن سحر خدایاری کیه؟ بله خب قبل از اینکه بازی شروع بشه یکی از زنان فمینیست که سخنران بود رفت و داستان رو در کنار یک پوستر بزرگ از سحر توضیح داد و انقدر سکوت سنگین توی استادیوم فرا گرفته شده بود که همه خیلی تعجب میکردن که واقعا چطور یک زن برای اینکه وارد استادیوم بشه بازداشت شده، زندانی شده و حکم گرفته و از ترس این حکم و از ترس زندان خودسوزی کرده و چطور ممکنه که با یک زن جوان همچین برخوردی بشه. و خب همراهی که با ما ایرانی ها میکردن اینجا و سوال میکردن که چطور اجازه ورود به استادیوم ندارید، خیلی همراهی خوب و به هر حال دلنشینی بود. خانم گورو شما خودت زن هستید، اونجا در ایران بودید، تازگی آمدید بیرون، فکر میکنید این گفته مقام های ایران که میگن زیرساخت کافی در استادیوم ها برای حضور زنان نیست، آیا تا چه حد قابل قبوله؟ واقعا اینکه چه تفاوتی بین زیرساخت هایی که یک مرد باید وارد استادیوم بشه و یک زن باید وارد استادیوم بشه، این خیلی به نظر عجیب میاد. چه زیرساخت متفاوتی برای اینکه یک آقا و یک خانم وارد یک سینما بشه ممکنه وجود داشته باشه، چه زیرساخت متفاوتی برای اینکه دارن صحبت از توالت های زنانه میکنن. این توالت های زنانه و مردانه توی سینما یا تو سالن های تئاتر چقدر از هم دیگه متفاوت هستش که در فقط تفاوتش اون علامت زنانه و مردانه هستش که روی درها خورده توی سالن تئاتر یا توی سالن سینما یا هر جای دیگه که به طور عموم زن ها و مردها کنار هم دیگه میرن و میشینن. توی استادیوم همین علامت گذاشتن روی در توالت فکر نمی کنم اینقدر زمان بر باشه که بیشتر از 20 ساله که زن ها دارن مطالبه میکنن این رو و 40 سال هم هستش که زن ها به خاطر همین علامت گذاشتن روی این در توالت معطل پشت درهای استادیوم موندن و مرتب میرن. ما خود من و بسیاری از دوستانم بارها رفتیم پشت در استادیوم آزادی و یا باتوم خوردیم یا با بدترین برخوردها با همون شده که چرا اینجا ایستادید. بسیاری از دوستان من بازداشت شدن بارها به خاطر این مسئله. اینکه زیرساخت لازم وجود نداره یا اینکه به مصلحت زنها نیستش، واقعا اینکه مصلحت زنها رو برای اینکه مطالبه ای رو دارن مردها بخوان در نظر بگیرن، همونطوری که سالهاست مصلحت های زنها رو و مطالبات زنها رو اینکه چه چیزی در اولویت باید. خب این ارتباط ما متاسفانه قطع شد. مهدیه گررو بود از ورزشگاه آکاتاش در استانبول، محل بازی دو تیم زنان به مناسبت یاد در به یاد مرگ سحر خدایاری. مدیر شرکت مالک نفتکش استانو امپرا گفته که ایران احتمالاً امروز این کشتی را آزاد می‌کند. این کشتی که با پرچم بریتانیا ثبت شده، دو ماه پیش به اتهام زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی دریایی توسط نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد. توقیف استنا امپرا دو هفته بعد از توقیف ابرنفتکش ایرانی در جبل طارق که به کمک نیروی دریایی بریتانیا
کنیا اتفاق افتاد و منجر به درخواست آمریکا برای راه اندازی یک ائتلاف بین المللی برای تامین امنیت خلیج فارس شد. سازمان ملل متحد از پیشنهاد آتش بس حوثی‌ها استقبال کرده. حوثی‌های یمن گفتند که حمله به عربستان را متوقف می‌کنند، اما انتظار دارند عربستان هم حملات به آنها را متوقف کند. مارتین گریفیت، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، گفته که این می‌تواند آغازگر روند پایان جنگ خونبار 5 ساله یمن باشد. عادل جبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان، گفته ریاض به حرف طرفهای دیگر کاری ندارد و به عملکردشان نگاه میکند. بر اساس گزارش ها از بغداد، یکی از مراکز گروه شبه نظامی شیعه هشت شعبی هدف حمله پهپاد قرار گرفته. رسانه های محلی میگویند که حمله در غرب استان انبار صورت گرفته. اخیراً یک رشته حمله به پایگاه های گروه هشت شعبی صورت گرفته که مورد حمایت ایران است. بعضی اسرائیل و آمریکا را مسئول این حملات میدانند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که در گفتگو با رئیس جمهوری اوکراین به او نگفته که کمک مالی به این کشور منوط به تحقیقات مقامات اوکراین درباره یکی از رقبای سیاسی آقای ترامپ است. به تازگی در آمریکا فاش شده که آقای ترامپ به دنبال مچگیری از خانواده جو بایدن بوده و از رئیس جمهوری اوکراین خواسته که درباره پسر آقای بایدن تحقیق کند که در اوکراین فعالیت‌های اقتصادی دارد. گروهی در آمریکا میگویند که این رفتار سوء استفاده از قدرت است و دلیل کافی برای استیضاح رئیس جمهوری. به واشنگتن میریم با خبرنگارمان سام فرزانه هستیم. سام، این داستان داره بالا میگیره، دردسر تازه برای آقای ترامپ. همینطوره. البته آقای ترامپ نشون داده که این دردسرها چیزی نیست که او رو واقعا به دردسر بندازه و حمایت جمهوری خواهان رو هم در این زمینه همراه با خودش داره تا به حال، هرچند که این در واقع میشه گفت که یک مسئله خیلی بزرگ است اگر ثابت بشه که آقای ترامپ از یک قدرت خارجی خواسته تا در واقع در رقابتی که او با جو بایدن از حزب دموکرات داره به او کمک بکنن و اگر کمک های رسمی کشورش رو منوط کرده باشه به این که این کمک رو از اوکراین بگیره، اون وقت میشه گفت که شاید یک دردسری باشه که آقای ترامپ مثلا به خاطرش نگران باشه. اما تا الان به نظر نمیرسه. دموکرات ها از استیضاح صحبت میکنن ولی عملا این امکان رو ندارن به خاطر اینکه جمهوری خواها با اونها همراه نیستن و جمهوری خواها میگن که توی این صحبت بنا به گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرده 8 بار آقای ترامپ درباره تحقیق درباره خانواده آقای بایدن صحبت کرده، اما یک بار توی این نیامده. بپرسم سام، الان مدرک داریم که آقای ترامپ در گفتگوهای تلفنیش با رئیس جمهور اوکراین این رو خواسته؟ 8 بار هم خواسته. 8 بار خواسته، اما میگن که وقتی که از اونها نخواسته که مثلا اگر این کار رو شما انجام ندید مثلا کمک مالی از آمریکا نمیگیرید، این رو نگفته. یعنی تهدید نکرده، اینطور گزارش تهدید نکرده، اما گفته که لطفاً تحقیق کنید ببینید پسر آقای بایدن اونجا چه کار داره میکنه، گرفتار چه نوع فسادی اونجا. همینطوره. و البته جمهوری خواهی یه چیز دیگه هم میگن، میگن زمانی که پسر آقای بایدن توی یک شرکت نفتی در اوکراین بوده، همون زمان دادستانی مشغول تحقیق درباره این شرکت بوده و بعد همون زمان آقای بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بوده و همون زمان بوده که آمریکا به خصوص خود آقای بایدن فشار آورده که دادستان در اون کشور عوض بشه و گفته بوده که ما کمک‌های آمریکا به اوکراین رو قطع می‌کنیم اگر این دادستان عوض نشه. می‌گفتن که دادستان فاسدی است. دموکرات‌ها حالا چی میگن؟ میگن قبل از اینکه اون دادستان عوض بشه اون پرونده مختومه شده و نشون داده شده که هیچ کار اشتباهی اونجا انجام نشده توسط این شرکتی که پسر آقای بایدن بوده. جمهوری خواها میگن نه، به هر حال این فشار آمریکا بوده و چه بسا که اون تاثیر داشته. سام، خیلی ممنون از شما. سام فرزانه از واشنگتن با ما، مرسی. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم.
حسن روحانی در سخنرانی ویژه هفته دفاع مقدس گفته که ایران دست دوستی به سوی همه همسایگان خود دراز می‌کند. فیفا میگوید ایران قول داده زنان در بازی‌های مقدماتی جام جهانی در ورزشگاه باشند، اما اجازه حضور در بازی‌های باشگاهی هم باید داده شود. در ادامه برنامه، تعیین آخرین یک شنبه هر ماه به عنوان روز بدون خودرو در اتیوپی برای کاهش آلودگی هوا. مخالفان دولت روسیه این روزها در گروه‌های متنوع و با اعتقادات گوناگون ظاهر می‌شوند. به تازگی خبری درباره دستگیری یکی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، منتشر شده که می‌خواست با کمک ارواح و خداوند به کار او پایان دهد. این رهبر معنوی پیرو شمنیزم هزاران کیلومتر را پیموده تا به مسکو برسد و پوتین را از مقامش برکنار کند. الکساندر گوبایشوف حالا و بعد از دستگیری موافقت کرده که به شهر خودش برگردد. اولگ بولدیرو خبرنگار بی بی سی از سیبری گزارش می‌دهد. بسیاری از روس‌ها دلخوشی از پوتین ندارند. شماری هم مانند الکساندر گوبایشوف نارضایتیشان را نشان می‌دهند. او با خود عهد کرده که پای پیاده 8000 کیلومتر تا مسکو برود و پوتین را از مقامش برکنار کند. چند هفته پیش در شرق سیبری با او که شمن است ملاقات کردم، درست قبل از آنکه حرکت اعتراضیش متوقف شود. آن موقع او 3000 کیلومتر را ظرف 6 ماه پیاده روی کرد و برای خودش نام و شهرتی ساخته بود. راننده کامیون‌ها سلامش می‌دادند و مسافران دعای خیر بدرقه راهش می‌کردند. گوبایشوف فهرستی بلند از انتقادها به پوتین دارد. حرف‌های گوبایشوف تفاوتی با دیگر فعالان سیاسی و مدنی ندارد. اما تفاوت در این است که او پوتین را دوزخی می‌داند و او را روح پلید می‌خواند. فقط یه شمن میتونه با ابلیس بجنگه. شما میتونی لنین باشی، استالین و یا یک انقلابی فرانسوی باشی یا حتی چنگیز خان، ولی بازم نمیتونی پوتین رو شکست بدی. دشمن ما از جنس انسان نیست، اون یه روح پلیده. فقط یه شمن میتونه با کمک خداوند این کار رو انجام بده. بارها از او پرسیدم در کشوری که هر گونه اعتراض علیه قدرت پوتین سرکوب میشود چطور امید دارد که بتواند پیامش را به مسکو برساند، آن هم با وجود هزاران هزار مأمور امنیتی. او در پاسخ اصرار می کند که مأموریتش صلح‌آمیز است. او می گوید وقتی پایش به مسکو برسد میلیون ها نفر به او خواهند پیوست و اینجاست که پوتین مجبور به فرار می شود. پیروان گوبایشوف هم معتقدند که پیام آنها روزی شنیده خواهد شد. پامون به مسکو برسه مردم به ما می پیوندن و فضا پر از مهر و دوستی می شه. نقش مذهب در حرکت اعتراضی این افراد پررنگ است. گوبایشوف شمن باوری را با اعتقادات ارتدوکس مسیحی تلفیق کرده. بیشتر پیروانش مسیحی هستند. با این حال جالب است که یکی از معتقدانش هم کشیش این شهر است. این حرفها مندرآوردی و ابداع آدمایی که اعتقاد درست و حسابی ندارند. خیلی واضحه که به قدرت رسیدن پوتین خواست پروردگار برای روسیه بوده. در کشوری که به خاطر رفتار خشن دولت با منتقدان پوتین در دنیا زبان زده است، خیلی جالب است که گوبایشوف و پیروانش توانستن حتی تا همین جا ادامه دهند. خبر دستگیری گوبایشوف برای طرفدارانش غیر منتظره بود. حالا کارزاری گسترده برای آزادیش راه افتاده، اما بعید به نظر می رسد که دولت روسیه در این زمینه کوتاه بیاید. الک بولدر، بی بی سی نیوز، ایستن سایبریا. مصر برای دومین شب پیاپی شاهد تظاهرات علیه رئیس جمهوری این کشور عبدالفتاح سیسی بوده. بیش از 200 معترض به خیابان‌های شهر سوئز آمدند و خواهان کنارگیری آقای سیسی شدند. پلیس با شلیک گاز اشک‌آور با معترضان درگیر شد. گفته شده ده‌ها معترض بازداشت شدند. اعتراض‌ها از جمعه شب و در شهرهای مختلف مصر از جمله قاهره و اسکندریه شروع شده بود. این تظاهرات اولین اعتراض عمومی بعد از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در 5 سال پیش است. سازمان جهانی بهداشت میگوید که تانزانیا از دادن اطلاعات درباره بیماری ابولا خودداری میکند.
چیزی که باعث به خطر افتادن مبارزه با این بیماری می شود. این سازمان می گوید مطلع شده که یک بیمار مبتلا به ابولا جانش را از دست داده و افراد خانوادهش قرنطینه شدند. بر اساس گزارش منابع غیر رسمی، آزمایش ابولا روی این بیمار مثبت بوده. سازمان بهداشت جهانی میگوید که اطلاعات بیشتری هم درباره دو مورد مشکوک دیگر به دست آورده. تانزانیا هفته پیش اعلام کرده بود که مورد مشکوک به بیماری ابولا در این کشور وجود ندارد. ده ها نفر با پوشیدن لباس سیاه در مراسمی نمادین برای ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در کوههای آلپ سوئیس شرکت کردند. یخچال طبیعی پیسوزل در ارتفاع 2700 متری نزدیک مرز اتریش و لیختنشتاین اولین یخچال در سوئیس است که تقریباً به طور کامل از بین رفته. کارشناسان برآورد می‌کنند که از سال 2008 تا کنون یخچال‌های طبیعی در سوئیس 1/5 از حجمشان را از دست دادند. امروز روز جهانی بدون خودرو. صدها شهر در جهان این روز را جشن می‌گیرند و تردد خودروها را حتی برای چند ساعت هم که شده منع می‌کنند. اتیوپی اما از این هم فراتر رفته و روز بدون خودرو را در تمام سال دارد. آخرین یک شنبه هر ماه در این کشور روز بدون خودرو است. در آدیس آبابا ترافیک خیلی سنگینه. قشنگ احساس میکنی هوا تمیز نیست و میتونه روی سلامت تاثیر بذاره. حرکت های اینطوری به سلامت ما شهروندان کمک میکنه و ما را از ابتلا به بعضی بیماری ها حفظ میکنه، مثل دیابت، بیماری های قلبی و فشار خون بالا. سکر اندوم کلسترول هونو بشتاچ اندان گالب ایردانال. من به تازگی بچه دار شدم. تو فرهنگ اتیوپی رایجه که زیاد غذا بخوری و اضافه وزن پیدا کنی. اگه ورزش نبود نمیتونستم لاغر بمونم. روز بدون خودرو یه فرصته که سوار ماشین نشم و به جاش ورزش کنم. روزی که با خانواده‌ام بگذرونم. میدونید اگه من با همسر و بچه هام ورزش کنم، این کار تبدیل به یک عادت خوب برای تمام اعضای خانواده میشه. ልጆቼ ምንም ባህል ይዘው እንዲያዳብሩ ይረዳቸዋል በጣም روز بدون خودرو در اتیوپی آخرین یک شنبه هر ماه. به پایان این بخش خبری می رسیم. تا دقایق دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.